خط میخی به مجموعه ای از قدیمی ترین روش های نوشتار گفته میشه که نمادهای شبیه گوه دارند. خط میخی انواع گوناگونی دارد که برای نوشتن در زبان های مختلف به کار می روند. از گونه های خط میخی می توان به میخی پارسی باستان و در ابعاد کهن‌تر و قدیمی تر به آشوری، سومری، آکدی، ایلامی، بابلی و اوگاریتی اشاره کرد. در این برنامه به بررسی خط میخی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. همه ی خطوط میخی که تاکنون رمزگشایی شدند از چپ به راست نوشته می شوند. این نوع خط که برخی باور دارند پایه‌ی اندیشه نگار دارد در همه ی کشورهای آسیای غربی به کار می رفته. پژوهشگران سومریان را مبدع خط میخی می دانند. روش نگارش خط میخی طی چندین مرحله توسعه و بهینه‌سازی از قرن 31 قبل از میلاد تا قرن دوم بعد از میلاد بیش از 3000 سال مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت در دوران روم باستان با سیستم نوشتاری الفبایی جایگزین می شود. رمزگشایی خط میخی در قرن 19 میلادی به سال 1857 انجام شد. میخی سومری را غالب پژوهشگران نخستین گونه خط و نوشته در غرب آسیای ایران کنونی می شمارند. سومریان با ابداع خط میخی دوره ای را آغاز کردند که به عنوان آغاز خط نویسی و تاریخ نگاری شهرت دارد و همچنین اولین مدارک نگارشی بشر که به شکل کتیبه های گلی یا سنگی است متعلق به آن دوره است. در واقع متعلق به تمدن های آریایی، مادها و پارتها. به تازگی برخی همچون دکتر عبدالمجید عرفعی اینکه سومریان مخترع خط در این منطقه بودند را زیر سوال بردند. این گروه برای این نظریه دو دلیل می آورند. یکی این که برخی نام‌های شهرهای سومری گونه ای هستند که انگار از زبان و خط دیگری گرفته شدند و دلیل دیگر هم پیدا شدن اسنادی در تمدنی قدیمی تر در زابل در شرق ایران. زابل به شهر سوخته هم نامیده می شود و در یکی از ایالتهای استانها به نام زاهدان خط میخی آغاز شده است که کهن‌تر از خط سومری یا ایلامی است. تا آنجا که دانشمندان، باستانشناسان، محققان، پژوهشگران و استادان ادبیات جهان اولین جراحی مغز، جراحی چشم و حتی اولین تصویر متحرک جهان و اولین تاس بازی را در این شهر پیدا کردند. همچنین بعد از تحقیقات آن را به 5000 سال پیش وصل یا نسبت دادند. میخی آکدی. دبیره میخی آکدی دبیره میخی بود که در سال 2359 پیش از میلاد از دبیره میخی سومری گرفته و سازگار شد. در همان زمان بسیاری از واژه‌های سومری به زبان آکدی راه یافتند و واژه‌نگارهای سومری در هر دو زبان سومری و آکدی خوانده می‌شدند. این زبان دارای 200 تا 400 نشانه یا حتی بیشتر است که بسیاری از آنها دارای چند تلفظ می‌باشند. این دبیره برای نوشتن زبان آکدی که یکی از زبانهای سامی در میان رودان بوده در میان سالهای 2800 پیش از میلاد تا سال 500 میلادی به کار می رفته است. دبیره میخی ایلامی دبیره میخی است که از 2500 پیش از میلاد تا 331 میلادی به کار می رفته است. این دبیره از دبیره میخی آکدی به دست آمده. میخی اوگاریتی. میخی اوگاریتی دبیره این میخی و ابجد است که از 1500 پیش از میلاد برای نوشتن زبان اوگاریتی به کار می رفته است. در سال 1928 در اوگاریت در سوریه کتیبه‌ای به زبان مرده سامی شمال خاوری یافت شد که 31 حرف داشت. لوح‌های گلی که به اوگاریتی نوشته شدند دیرینه ترین گواهی چیدمان الفبایی سامی خاوری و جنوبی است. این دبیره از چپ به راست نوشته می شود. میخی هخامنشی. خطی نیمه الفبایی نیمه هجایی است به علاوه 8 اندیشه نگاشت که برای لغات پر استفاده مانند شاه، کشور و اهورامزدا به کار می رود. این خط از ساده ترین خطوط میخی است. تنها خط میخی اوگاریتی است که از آن ساده تر است و 100% الفبایی است. این خط همگنون در استاندارد یونیکت پذیرفته شده و بازه‌ای به آن اختصاص داده شده است. خط میخی هخامنشی که دارای 50 نشانه است، جدیدترین گونه خط میخی است که در سده 6 پیش از میلاد مسیح ساخته شده. این خط برای نوشتن کتیبه های هخامنشی به کار رفته است. میخی بابلی. دبیره میخی بابلی گونه خط میخی است که در تمدن بابل رواج داشته.
این خط همانند دیگر خطوط میخی از علامتهای گوهی شکل تشکیل شده بود. اعداد دبیره میخی بابلی تا 60 از یک شیوه پیشروی کرده و از عدد 60 به بعد تغییر میکند. بسیار خوب دوستان، ممنون که تا آخر این برنامه هم با ما همراه بودید. حتما نظراتتون رو برامون کامنت کنید. در آخر هم اگر از دیدن این برنامه لذت بردید، حتما اون رو با دوستتون به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید برای دیدن برنامه های جدید ما این صفحه رو دنبال کنید.